رسول الله مهد کودک نزد بین بچه ها. رسول الله همه جهان و جامعه رو برد به سمت اینکه علت درد رو در خودمون از بین ببریم. سجود به ما در یاد داد، شیطان رو به ما مفهوم کرد، جهنم رو به ما مفهوم کرد، همه این چیزها رو به ما مفهوم کرد که حاصلش بچه ای نشه در جوب. خواهش میکنیم اینو دقت کنید، فرق یک معلم با معلم های دیگر بفهمید. این گونه ما رو تربیت کرد، نیمد به ما بگه این بود و این بودخانه نیست، این امامزاده است، این آقای خوب نیست، این آقای خوبه، این دین به عبری خوب نیست، این دین به عربی خوبه. همچه حرفی نزد، به ما رفتار یاد داد، اعمال یاد داد، سیاق یاد داد که در این رفتار و اعمال و در این سیاق کودکان درد نکشن. به رفتار علی مراجعه کنیم. ما یا میتوانیم مادر هزاران کودک شویم یا کاری کنیم که هزاران کودک بی مادر نمانند. دو مسیره، در این دو مسیر حرکت کنیم، وقت خودمون رو تلف نکنیم توی زندگی. چه میدونم اینجا بریم سر خودمون رو گرم کنیم. اگر در جامعه ای دانشگاهی رفتی که پایین دانشگاه بچه ها دارن میسوزن، اون دانشگاه علمش به درد نمیخورن. دانشگاهی بساز درس بده، هیچ ایراد هم نداره، دانشگاهی بساز درس بده که کودک سرزمین درش نسوزه. من انقلاب درونیم ضعیفه که وقتی بچه‌ام داره تو خیابون کارتون خوابی میکنه و از توی جوب آشغال جمع میکنه با گریه میاد یه فال به من، انقلاب درونی مشکل داره. انسانی رو بخوای پیدا کنی، به بقا برسونی، به آگاهی برسونی، عدم آگاهیش رو برداری، شما بخوای در یه انسان انقلاب کنی، نمیشه. خیلی مواقع سخت‌ترین کار در یه انسانی که نمیبینه یه بچه‌ای داره در جهنم میسوزه و بگی میدانی چه معنویتی، چه بی‌نهایتی و چه جاودانگی تو رو خواهد سوزاند، بخوای این انسان بهش انقلاب بدی، آگاه کنی. از این سخت‌تر کاری نیست، از این پردردتر کاری نیست.